اطمینان وزیر خارجه امریکا از امضای تفاهمنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا. کشته شدن سه مقام محلی معارف در یک هفته اخیر در ولایت‌های پربان، اروزگان و هرات. حل مشکل میان حکومت افغانستان و ایسف درباره جریمه موترهای اکمالاتی ناتو در افغانستان. خواست واشنگتن از حکومت موقت مصر برای حرمت گذاشتن به اعتراض‌های صلح‌آمیز این کشور. و انتقال برق میان ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان نیازمند تلاش‌های جدی از سه کشور. سلام، با مشروح خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه دهم ماه اسد سال 1392 هجری خورشیدی و اول ماه آگست سال 2013 میلادی است. واشنگتن و کابل به امضای تفاهمنامه امنیتی میان این دو کشور بسیار نزدیک شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که وی برای امضای این تفاهمنامه مطمئن است. یک مقام وزارت خارجه نیز گفته است که واشنگتن و کابل درباره بسیاری از بخش‌های چالش برانگیز این تفاهم نامه توافق کردند. پیش از این بلندپایه‌ترین نظامی آمریکا تا دو ماه دیگر برای امضای این تفاهم نامه مهلت تعیین کرده بود و سفیر این کشور در کابل نیز بر امضای این تفاهم نامه تا دو ماه آینده تاکید کرده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مطمئن است که کابل و واشنگتن درباره امضای تفاهمنامه امنیتی به یک توافق دست خواهند یافت. من شخصا مطمئن هستم که ما به یک توافق دست خواهیم یافت، اما رسیدن به آن زمان نیاز دارد تا چگونگی حضور نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 معین شود. گفتگوها درباره تفاهمنامه امنیتی ادامه دارند و به پیشرفت‌های نیز دست یافته‌ایم. ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه با فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان گفتگو کرد. گفته می شود که گفتگوهای صلح و امضای تفاهمنامه امنیتی محور گفتگوهای دو طرف بوده است. در همین حال برخی از کارشناسان حلقه‌های را در حکومت به کارشکنی در این زمینه متهم می سازند. موافقت‌نامه‌های امنیتی تکمیل شده است. وزیرای سکتوری موافقت خود خور با مفاد این موافقت‌نامه نشان دادند. آنچه که درخواست‌های مشروع افغانستان بود ایالات متحده آمریکا قبول کرده است، اما بنا به دلایل شخصی و گروهی حلقاتی هستند در ارکان که نمی‌خواهند این موافقت‌نامه امضا شود. گفته می شود که دو طرف درباره این تفاهمنامه به توافق رسیدند، اما روشن نیست که چه زمانی این تفاهمنامه امضا خواهد شد. گفتگوهای کابل و واشنگتن درباره تفاهمنامه امنیتی دو جانبه پس از گشایش دفتر قطر به حالت تعلیق درآمدند. از سوی دیگر برای نخستین بار یک دیپلمات ارشد غربی می گوید که نبود تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مانع حقوقی در برابر حضور نیروهای دیگر کشورهای ناتو برای پس از سال 2014 در افغانستان نیست. سفیر آلمان در افغانستان میگوید که این تفاهمنامه میتواند بنیاد موافقت‌های مشابه با دیگر کشورهای ناتو را بریزد. از سوی هم سفیر آلمان تاکید می‌ورزد که کشورش برای پس از سال 2014 نیز در افغانستان نیروی نظامی خواهد داشت و رقم کمک‌هایش نیز در سال 2014 کاهش نخواهد یافت. حازم آرش گزارش می‌دهد. رایزنی‌ها برای حفظ و تحکیم روابط افغانستان با جهان. اکنون دیده می شود که نهادهای غیرحکومتی نیز تلاش می ورزند تا چگونگی روابط افغانستان را با دیگر کشورهای جهان نگه دارند. چنانکه اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز سفیر آلمان را در نشست به منظور چگونگی روابط آن کشور با کابل دعوت نموده بود. سفیر آلمان در این نشست می گوید که امضا نکردن تفاهم نامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا مانع حقوقی برای حضور دیگر کشورها بودن نمی تواند. برای ماموریت پس از سال 2014 ناتو ما نیازمند یک معاهده حقوقی میان دولت افغانستان و ناتو هستیم که ماموریت حمایت قاطع بر بنیاد کدام شرایط عملی می شود. این تنها شرط برای حضور ناتو است. پس از نقطه نظر حقوقی تفاهمنامه امنیتی میان دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای حضور ناتو پس از سال 2014 نیاز نیست. از سوی هم سفیر آلمان بر ادامه کمک های کشورش تا سال 2017 در کابل وعده می سپارد.
ما متحد هستیم که تا سال 2017 با کمک های خود مانند گذشته ادامه خواهیم داد که این کمک های ما در بخش های نظامی و غیر نظامی خواهد بود که ما سالانه 150 میلیون یورو را تنها در بخش نظامی برای نیروهای افغان کمک خواهیم کرد. آلمان یکی از کشورهای کمک کننده افغانستان به شمار می رود که این کشور اکنون نیز برای ادامه کمک‌هایش در بخش‌های گوناگون دلبستگی نشان می‌دهد، چنان که سفیر آن در کابل می‌گوید که گفتگوها درباره امضای تفاهم‌نامه اقتصادی میان کابل و آلمان جریان دارد. قرار است سفیر افغانستان در اسلام آباد پس از سفر رئیس جمهور به پاکستان از مقامش کنار برود. گفته می‌شود که در چند هفته آینده رئیس جمهور کرزی به پاکستان خواهد رفت. منابع نزدیک به عمر داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان هدف از این کنارگیری را نامزدی آقای داوودزی در انتخابات ریاست جمهوری گفتند. پیش از این آوازه ها درباره نامزدی آقای داوودزی در انتخابات ریاست جمهوری شنیده شدند. آقای داوودزی از افراد نزدیک به رئیس جمهور کرزی است و دوبار رئیس دفتر آقای کرزی بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان میگوید که واشنگتن به فکر بیرون کردن سربازانش از افغانستان نه، بل در حال کاهش سربازانش از این کشور است. جان کری در یک نشست خبری در پاکستان میگوید که کشورش و شمار از کشورهای دیگر تعهد کردند که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خواهند ماند. با وجود مخالفت‌ها در پاکستان درباره حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین، این مقام آمریکایی بر ادامه این حمله‌ها برای نابودسازی هراس افغانان در پاکستان تاکید می‌ورزد. در همین حال مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان می‌گوید که پاکستان می‌تواند زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان را با طالبان فراهم سازد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان میگوید که واشنگتن و شمار دیگر از کشورها پس از سال 2014 میلادی نیز در افغانستان حضور نظامی خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا در حال کاهش سربازانش از افغانستان است، نه بیرون کردن کامل آنان، زیرا شمار سربازان آمریکایی و کشورهای دیگر در افغانستان پس از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند تا جنگ با هراس افغانی، آموزش، مشوردی و تجهیز نیروهای افغان را ادامه بدهند. در حالی که حمله هواپیماهای بی سرنشین با مخالفت‌های شدید در پاکستان روبروست، اما این مقام بلندپایه آمریکایی بر ادامه چنین حمله‌ها تاکید می‌ورزد. به کارگیری از هواپیماهای بدون سرنشین بخشی از جنگ با هراس افغانی است و ما از ادامه این حمله‌ها دفاع می‌کنیم و هدف آن نابودسازی شبکه‌های هراس افغانی است، نه نقض حاکمیت ارضی پاکستان. از سوی هم مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان میگوید که پاکستان میتواند زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان را با طالبان فراهم سازد. پاکستان میتواند زمینه گفتگوها را میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم سازد، اما تمامی طرفهای درگیر باید با هم بنشینند. ما طرفدار رهبری گفتگوها از سوی افغانان هستیم، هرچند طالبان حاضر به گفتگوها نیستند، اما تلاش ها ادامه دارند. با این همه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می افزاید که برای توقف رفت آمد هراس افغانان از پاکستان تلاش های سه جانبه ادامه دارند و باید این همکاری ها میان واشنگتن و اسلام آباد گسترش یابند. از امیر و تا یک ماه دیگر نخست وزیر پاکستان به واشنگتن خواهد رفت. در یک هفته اخیر سه مقام محلی معارف در ولایت های اروزگان، پروان و هرات به قتل رسیدند. وزارت معارف کشتن مدیر معارف ولسوالی غوربند ولایت پروان را به طالبان نسبت می دهد و کشتن معاون مدیر معارف ولسوالی شنند هرات و نیز کشتن مدیر معارف ولسوالی خاص ولایت اروزگان را از سوی طالبان رد نمی کند. این وزارت می گوید که این سه عضو معارف افغانستان در نتیجه تیراندازی در این ولایت ها کشته شدند. شمار از آگاهان پیامد حمله ها بر کارمندان معارف را بر نظام معارف کشور بسیار خطرناک گفتند. صالح سادات گزارش می‌دهد. طالبان با سوختاندن مکتب‌ها و مسموم ساختن دانش آموزان دختر اکنون به کشتن کارمندان معارف آغاز کردند. وزارت معارف کشته شدن مدیران معارف ولسوالی‌های خاص و غوربند ولایت‌های اروزگان و پروان و نیز معاون مدیر معارف ولسوالی شندن هرات را
به شدت نکوهش می کند و می گوید که طالبان در برخی از این حمله ها دست دارند. اولین حادثه که رخ داد نجیب الله رحمانی از غوربند از سیاگل، این به دلیل شباهه یعنی به دلایل اولی که ما یافتیم در برای قتل عزیز یعنی طالبان محلی دست داشتند. انجام این رویدادها نگرانی های را نیز در کشور به میان آورده است. شمار از آگاهان وزارت معارف را انتقاد می کنند و می گویند که برای پیگیری این گونه رویدادها تاکنون از سوی وزارت معارف توجه چندان نشده است. این آگاهان پیامدهای این رویدادها را در آینده نظام معارف کشور چالش ساز می دانند. متاسفانه چند تا مشکل وجود داره که همحال مسیر معارف را با چالش روبرو کرده. یک سیاست زدگی مسلط بر روند معارف، دو رابطه پروری که کاملا نمایان است، سه کمیت زدگی و چهار نبود اهتمام به امنیت انسانی به ویژه در حوزه مثلا معارف. افغانستان در میان کشورها با پایین ترین درجه سواد قرار دارد و مشکلات بزرگی را در بخش معارف تجربه می کند. طالبان در 5 سال حاکمیتشان زنان و دختران را از حق تحصیل محروم ساختند، اما در نظام کنونی در این بخش پیشرفت‌های نسبی به میان آمدند. افزون بر این پیشرفت‌ها، اکنون نظام معارف با چنین دشواری‌های روبرو است. حکومت افغانستان جریمه پولی بر موتورهای اکمالاتی ناتو را برداشت. آیسف از تلاش‌های حکومت افغانستان برای حل مشکل برخواسته از وضع مالیه بر کاروان‌های این نیروها ستایش می‌کند و می‌گوید که آیسف بر بنیاد توافقنامه فنی نظامی که میان آیسف و حکومت افغانستان در گذشته صورت گرفته است، به این مشکل رسیدگی خواهد کرد. این اقدام حکومت افغانستان پس از آن صورت می‌گیرد که کنگره ایالات متحده آمریکا هشدار داد که اگر حکومت افغانستان این جریمه را بر ندارد، در برابر هر دلار 5 دلار از کمک‌های این کشور به افغانستان قطع خواهد شد. دیدبان حقوق بشر از افزایش تلفات غیر نظامیان سخت نگران است. این نهاد از تمامی گروه‌های درگیر به ویژه از طالبان می‌خواهد که برای کاهش تلفات غیر نظامیان جدی توجه کند. دیدبان حقوق بشر طالبان را به تعهد شکنی درباره جلوگیری از تلفات غیر نظامیان متهم می‌سازد و می‌گوید که طالبان همواره مسئولیت آن حمله‌هایی را که بیشتر غیر نظامیان را قربانی گرفتند پذیرفتند. صالح حساداد گزارش می‌دهد. پس از پخش گزارش سازمان ملل متحد درباره افزایش 23% تلفات غیر نظامیان نسبت به پارسال، این بار دیدبان حقوق بشر از افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی می کند. ما می بینیم که از یک طرف طالبان میگن و در لایحه‌شون نوشته هست که میخواین که تلفات غیر نظامی و ملکی را کمتر کنن، اما از طرف دیگه عملیات را که اجرا میکنن، مثلا ماین‌های کنار جاده را که میگذارن، منجر به بسیار تلفات زیاد غیر افراد ملکی و غیر نظامی میشن و از طرف دیگه اینا مسئولیت این حملات را هم میپذیرن. فلحاظ بر ما بسیار مشکل است که جدی بگیرن ادعایشون که میخواین تلفات افراد ملکی و غیر نظامی را کم کنن. در خشونت‌های اخیر در افغانستان بیشتر غیر نظامی آسیب دیدن. از میان صدها قربانی خشونت‌های امسال، یکی هم عبدالجمیل 55 سال است، کسی که در حمله طالبان در کابل زخم برداشته است. وی در حمله انتحاری بر کارمندان دادگاهی عالی یک چشمش را از دست داد و پای راستش نیز زخم برداشته است. در آن رویداد 7 تن کشته شدند. جمیل یگانه نانآور خانواده‌اش بود و یک پسر، 2 دختر و چندین نواسه دارد. اما اکنون وای قادر به انجام کار و فراهمسازی نفقه خانواده‌اش نیست. ما خود پای آمد دست دادم. چشم آمد دست دادم. البته تقدیر ما بود. بنابراین امیر مسلمان است، کفر است، از خدا بترسه، باید از امیر دستگیری کنه، جلوگیری کنه، پیشمی کار دیگه نگرده. وای می افزاید که بسیار خوب بیاد دارد که چگونه انتحار کننده ای موتر پر از مواد انفجاری را منفجر ساخت. این مرد میگوید که یگانه آرزویش پایان خشونت ها در کشورش است. ادامه خبرها و در نخست خبری که همین اکنون به دست ما رسید.
روسیه درخواست پناهجویی یک ساله افشاگر اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا را پذیرفت. وکیل مدافع ادوارد سنودن میگوید که وی اکنون میتواند از محوطه میدان هوایی مسکو که از یک ماه به این سو در آنجا بسر میبرد بیرون شود. وکیل مدافع این افشاگر ایالات متحده آمریکا میافزاید که سنودن همچنان میتواند که تا یک سال آینده در قلمرو روسیه زندگی کند. ادوارد سنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که چند پیش شمار از اطلاعات محرمانه این آژانس را فاش ساخت از سوی ایالات متحده آمریکا به خیانت ملی متهم است. ایالات متحده آمریکا از حکومت مصر میخواهد تا به اعتراضات صلح آمیز در این کشور حرمت بگذارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به تصمیم حکومت موقت مصر برای پایان دادن به اعتصاب هواداران محمد مرسی با زور میگوید که مقام های مصری باید به چنین خواستهای مشروع حرمت بگذارند. در همین حال معترضان نیز بر ادامه اعتراضاتشان تاکید میورزند. همزمان با این وزیر خارجه آلمان امروز وارد مصر شد و درباره اوضاع کنونی این کشور با مقام های مصری گفتگو کرد. به نظر می رسد مصر مشهورترین کشور جهان عرب با گذشت هر روز در بحران فرو می رود. ده ها هزار تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر هشدار حکومت موقت این کشور را برای سرکوب اعتصاب هایشان نادیده گرفتند و همچنان با اعتراضات و اعتصابهایشان ادامه می‌دهند. آنان هشدار می‌دهند که هر گونه حمله بر معترضان دامن اعتراضات را گسترده‌تر و خشونت‌ها را بیشتر خواهد ساخت. این معترضان تأکید می‌ورزند که حاضرند تا آخرین لحظه زندگیشان برای دفاع از مشروعیت محمد مرسی حرکت‌های مدنیشان را ادامه بدهند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز پشتیبانیش را از اعتراضات صلح آمیز در مصر اعلام میکند. ما باز هم از مقام های حکومت موقت و نیروهای امنیتی می خواهیم تا به حق گردهمایی های مسلمت آمیز حرمت بگذارند. این خواست بدون شک اعتصاب ها را نیز در بر می گیرد. بنابراین ما این را به گونه رسمی و خصوصی در گذشته با مقام های مصری گفته ایم و در آینده نیز خواهیم گفت. حکومت موقت مصر سه تن از رهبران جنبش اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع را به اتهام تحریک مردم به خشونت به دادگاه نیز معرفی کرد. اقدامات تازه مقام های مصری بر ضد اخوان المسلمین این نگرانی های جهانی را بیشتر ساختند که آنان در تلاش سرکوب این جنبش هستند. به این همچند گزارش کوتاه دیگر از جهان. رئیس دولت کره شمالی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران راهی تهران شد. کیم یونگ نام در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور تازه ایران که قرار است در چهارم ماه آگوست برگزار شود شرکت می کند. پیش از این گفته شده بود که در این مراسم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شرکت خواهد کرد. با بالا رفتن درجه حرارت در چین، نگهبانان باغوش‌های ایالات شرقی چین تدابیر ویژه‌ای را برای مراقبت از حیوانات روی دست گرفتند. نگهبانان این باغوش‌ها می‌گویند که خرس‌ها در آب‌های سرد نگهداری می‌شوند و حیواناتی که همیشه در محیط آزاد به سر می‌برند مانند فیل و غیره از سهولت شاور برخوردار هستند و برای آنان تربوز و حتی آیس کریم داده می‌شود. ادامه خبرها. برای کشیدن یک لین انتقال برق با ولتاژ بلند میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان نیاز به تلاش های هر سه کشور است. وزارت انرژی و آب میگوید بر بنیاد تفاهم نامه سه جانبه در این باره کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان مکلفند تا هزینه این پروژه را به گونه مشترک فراهم سازند. با باور مسئولان وزارت انرژی و آب، هرچند افغانستان علاقه‌مند عملی شدن این پروژه است، اما تا کنون در این بخش از سوی هر سه کشور هیچ کار نشده است. زبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. هرچند گفته می‌شود که برخی از مقام‌های حکومت تاجیکستان به گونه غیر رسمی از عدم علاقه‌مندی حکومت افغانستان در عملی ساختن پروژه‌های انتقال برق از آن کشور به افغانستان و دیگر کشورها و نیز بی‌توجهی به استفاده از فرصت‌های موجود تولید برق در مرزهای افغانستان و تاجیکستان انتقاد کرده است، اما وزارت انرژی و آب می‌گوید حکومت افغانستان بیشتر علاقه‌مند عملی شدن این پروژه‌هاست.
اینا پروژه های بسیار دراز مدت طولانی است، اما یکم ما باید حرکت کنین، هر سه کشور موازی با یک دیگر، با یک دیگر کار کنین تا بتونین الین به مرحله تطبیق بگذارین، که البته زمانگیر خواهد بود، بودجه های زیادی هم ضرورت خواهد بود. از سوی مسئولان این وزارت محدودیت بودجه‌ای را در کشور از مشکلات اساسی فراراه پروژه های بزرگ زیربنایی می داند. با باور آنان در حال حاضر اگر منابع مالی کافی وجود داشته باشد، نخست باید برای تولید برق از منابع داخلی در کشور سرمایه گذاری شود. گفته نیست که افغانستان و تاجیکستان با داشتن فرصت های زیاد تولید برق مرزی میان دو کشور، ظرفیت تولید هزارها مگاوات برق آبی را دارند و گفته می شود که اگر برای ساخت بندهای بزرگ تولید برق از سوی دو کشور سرمایه گذاری شود، گذشته از برطرف شدن نیازمندی های داخلی، زمینه صادرات آن به دیگر کشورها نیز وجود دارند. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم می کند. سلام دوستان، به شان رویداد ورزشی خوش آمدید. لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن پارسال به اندازه موفقیت‌آمیز بود که بازیکنان آن اکنون محبوبیت ویژه‌ای در نزد مردم دارند، اما کمبود حمایت کنندگان مالی باعث شدند تا ورزشکاران تیم‌ها نتوانند با شرایط ویژه‌ای خودشان را برای بازی امسال آماده کنند. این مشکل فراروی تیم طوفان هریرود، قهرمان نخستین دور این رقابت‌ها نیز است. اینجا میدان فوتبال در ولایت هرات است، جایی که بازیکنان تیم طوفان هریرود در هوای گرم مشغول تمرین هستند. مقام نخست در افغانستان بیاره، یک دوست ما بود، اگر اشتباه نکنم حمیدالله کریمی بود، هم گلزن بود. برای بازیکنان مثل حمیدالله کریمی لیگ برتر زندگیش را تغییر داده است. کریمی هنوز هم در یکی از بخش‌های کشاورز نشین ولایت هرات در کنار مصروفیت‌هایش با پدرش نیز کار می‌کند. قبل از اینکه لیگ برتر شروع شه من اجازه زیاد نداشتم مسابقات به فوتبال ها شرکت کنم. کریمی تنها یک چیز در فکر دارد، تکرار پیروزی در دیدار نهایی لیگ امسال و آوردن جام قهرمانی بار دیگر به زادگاهش هرات است. طریق از فوتبال که بیشتر وقت ما رو ضایع میکنه، یک درآمدی برای نفقه زندگی کردن هم داشته باشه. تیم طوفان هریرود از دو ماه بعد این سو تمرینات فشرده را آغاز کردند و حتی در ماه رمضان نیز با عشق برای قهرمانی تلاش می کنند. رقابت های قهرمانی نیو فول کانتکت شینگیت های کابل با شناسایی چهره های برتر پایان یافت. این رقابت ها با حضور 30 دختر از کابل برای یک روز برگزار شده بود و در پایان با شناسایی 6 چهره برتر پایان یافتند. این رقابت ها زیر نام جام رمضان در باشگاه فدراسیون نیو فول کانتکت شینگیت های برگزار شده بودند. شایان امیرحسین حیدری رئیس فدراسیون نیو فول کانتکت شینگیت های میگوید قرار است فردا این رقابت ها با حضور 200 مبارز در بخش مردان برگزار شوند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 20. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایینترین 31. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایینترین 31. جلال آباد نیم آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 25. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایینترین 27. دیگر برنامه های تولو نیوز و تولو را هم ببینید. خدا نگهدار.